سلام توی این ویدیو من در تلاش میکنم که یادتون بدم که چجوری صفحه مانیتورتون رو ضبط کنید به کمک نرم افزار OBS و چجوری با استفاده از اون درس یا محتوای آموزشی یا هر محتوای دیگه بسازید خیلی ممنون که با من هستید بریم وارد درس خب بریم سراغ برنامه برنامه رو اول باید نصب کنید شکل و شمایل برنامه اینجوریه کاری که میکنید اینه که میاد تو سایت OBS Project که با سرچ ساده بهش میرسید نسخه ویندوز مک یا لینوکسش رو دانلود میکنید شما احتمالا تو این حوزه اید و نصب میکنید نصبش خیلی روش ساده و تو دل بروی داره بعد از اینکه نصب کردید یه صفحه اینجوری میبینید این تیکه سیاه اون محلیه که ضبط میشه اینجا صحنه هاست به اصطلاح یه مفهومی داره به نام صحنه که بیشتر توضیح میدم و اینجا اینه که توی اون صحنه چه چیزایی هست شما میتونید عناصر مختلفی رو به ضبطتون اضافه کنید مثلا میتونید بگید آقا جان صفحه منو کل دسکتاپ رو ضبط کن و برای این کار مثلا میتونید کوچیک یا بزرگش هم بکنید که من الان کوچیکش کردم نکته بعدی که میتونید بگید ضبط کن مثلا میتونید بگید که یه عکس بذاره پشت سرتون که مثلا یه عکس با کیفیت من الان گرفتم و میذارم پشت سر همینطور که میبینید این اومد روی قبلی وایساد میتونید با این بالا و پایین که این دکمه یکی اینجاست این رو عوض کنید و بیارید عقب پس الان یه بکگراند داریم یه چیزی بعد مثلا اینجا دوباره میتونید اگر وبکم دارید میتونید وبکمتون رو هم اضافه کنید مثلا اینجا اسمش ویدیو کپچر دیوایس اینو میزنیم و اوکی سایزشو مثلا کوچیک میکنیم و مثلا میذاریمش این گوشه و این رو بزرگ میکنیم اینجوری هم خودتون مثلا توی صفحه هستید هم اون چیزی که دارید ضبط میکنید وجود داره این هم نکته بعدی بعد مثلا میتونید توی این مثلا اینترو بگید یا حالا هر کاری میخواید بکنید و بعد از اینکه این, این کار کردید میتونید یه صحنه دیگه درست کنید این صحنه کاملا خالیه و مثلا اینجا من انتخاب میکنم که یک پنجره رو اضافه کنم و اون پنجره مثلا پنجره ایج که توش حالا اسلایدامو گذاشتم یعنی میام اینجا و اسلایدامو مثلا از قبل توش باز کردم یا مثلا میشه یه چیز دیگه باشه یا مثلا یه صحنه دیگه اضافه کنیم و توش مثلا یه پنجره پاورپوینت رو بذاریم که اینجا مثلا پنجره پاورپوینت اومد و حالا میتونید اینو حسابی کاستومایز کنید اینجا دو تا دکمه داره استارت ریکوردینگ و استارت استریمینگ استریمینگ برای اینه که به صورت لایف پخشش کنیم استارت ریکوردینگ ریکورد میکنه که مثلا من هم همین الان دارم از همین ویژگی استفاده میکنم اینو میزنید و استفاده میشه و شما خیلی راحت میتونید بین صحنه های مختلف در حین ارائهتون سویچ کنید و بعدش هم یه نکته دیگه که به نظرم خوبه دقت کنید اینه که ستینگ اینجاست که بالاخص ویدئوش حتما سایزتون 1920 در 1080 باشه که با کیفیت خوبی ضبط کنه و بعدا میتونید اونو کوچیک کنید و حجمش رو کم کنید و صدام دوباره همینطور این هم نکته بعدیه که میبینیم و دیگه موضوع خاصی نداره خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید امیدوارم به دردتون خورده باشه حتما به دوستاتون معرفی کنید حتما به انباز خورد بدید خدا نگهدار